من نصرالله مرندی، هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، مدت 10 سال در زندانهای رژیم از جمله گوهردشت زندانی بودم و شاکیان این پرونده هستم. من و دوستانم که شاکیان و شاهدان این پرونده هستیم، امروز می خواهیم اسامی 444 تن از مجاهدین شهید قتل عام سال 1367 در زندان گوهردشت را اعلام کنیم. این لیست توسط ما و دیگر شاکیان و شاهدانی که در آلبانی هستند تهیه شده است. این لیست برای هر قربانی اطلاعات نسبتاً کاملی از هر فرد ارائه می دهد که شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد، سن، تحصیلات، شغل، تاریخ اعدام است. اینها بخشی از مجاهدینی هستند که در گوهردشت در قتل عام 88 اعدام شدند. شمار زیادی اسامی وجود دارد که در دست تحقیق و تکمیل است. برخی از بندها و قسمت‌های گوهردشت کاملاً جدا از بقیه قسمت‌ها نگه داشته می‌شد. به عنوان مثال، زندانیان هوادار مجاهدین که کمتر از یک هفته قبل از شروع قتل عام از استان‌های کرمانشاه و ایلام به گوهردشت منتقل شده بودند، همگی اعدام شدند و ما از اسامی و تعداد آنها اطلاع پیدا نکرده ایم. آنها را در دو بند طبقه اول گوهردشت مستقر کرده بودند. زندانیان کرج نیز به گوهردشت منتقل شده بودند. اکثریت قریب به اتفاق آنها اعدام شدند. علت آن بود که شخص آخوند رئیسی، رئیس جمهور فعلی رژیم، آنها را می شناخت و چون خودش قبلاً دادستان انقلاب کرج بود و نسبت به آنها خصومت ویژه‌ای داشت. این 444 تن کسانی هستند که پس از عبور از کمیته مرگ، حمید نوری جنایتکار تک تک آنها را به سالن بزرگ اعدام در گوهردشت منتقل کرد و آنها را به دار کشید. در این لیست تنها نام 19 زن مجاهد خلق ذکر شده است که در زندان گوهردشت اعدام گردیده. علت این است که زنان زندانی در تهران اساساً در زندان اوین بودند. در زندان اوین صدها زن مجاهد خلق در جریان قتل عام اعدام شدند. یک گروه از زنان مجاهد را از زندان کرمانشاه به گوهردشت آورده بودند که تقریبا همه آنها را اعدام کردند. ما اسامی فقط 19 تن از آنها را تا کنون به دست آورده ایم. این لیست سندی غیر قابل انکار از جنایتکاری حمید نوری است. اما مهمتر از آن، مؤید این حقیقت است که ابعاد قتل عام 67 که طی آن 30,000 زندانی سیاسی به قتل رسیدند، به مراتب بیش از آن چیزی است که تا کنون به طور عام درک شده است. جنایتی که با تار و پود این رژیم گره خورده است و تمامی سران این رژیم، مشخصا خامنه‌ای و رئیسی، مستقیم در آن درگیر بودند و میبایست مورد محاکمه قرار گیرند. برگزاری دادگاه برای محاکمه سران این رژیم و یک تحقیقات مستقل بین المللی از سوی سازمان ملل در مورد قتل عام 1367 بیش از هر زمان ضروری است. خون شهیدانمان، رنج از ایرانمان،
دست گره میخورد رجعی قهرمان، خون شهیدان ما، رنگ اسیران ما، دست گره میخورد رجعی قهرمان، خون شهیدان ما، رنگ اسیران ما، دست گره میخورد رجعی قهرمان. Ladies and gentlemen, dear friends, good afternoon. I am Reza Fallahi, a supporter of the People's Mujahideen Organization of Iran, MEK. I have been imprisoned for خانم ها و آقایان، دوستان عزیز، عصر بخیر. اسم من رضا فلاحی است و یک هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستم. من 10 سال در زندان‌های ایران شامل گوهردشت به سر بردم. من یکی از شاکیان این پرونده هستم. دادستان دیروز در بیانیه خود زندان گوهردشت را با جزئیات آن بیان کرد. اینکه محل آن کجاست و کمیته مرگ در چه محلی حضور پیدا می‌کرد و اینکه زندانیان از یک کریدور به سالن اصلی زندان برای اعدام منتقل می‌شدند. دادستان در کیفرخواست خود نام 110 تن از قربانیان گوهردشت را نام برد. این به معنی آن است که 10 ها تن از شاکیان و شاهدان که توسط پلیس و دادستان مصاحبه شده اند توانسته بودند نام این تعداد از اعدام ها را در زندان گوهردشت به خاطر بیاورند. من و دوستانم که شاکی و شاهد این پرونده هستیم نام 444 تن از مجاهدین را که در گوهردشت در خلال قتل عام سال 67 اعدام شدند به آن اضافه می کنیم. این لیست اسامی این 444 نفر است. این لیست جزئیات را درباره هر کدام از این قربانیان توصیف می کند که شامل نام، فامیل و اسم پدر، محل تولد، سن، تحصیلات، شغل، تاریخ اعدام و غیره است. بخشهایی از زندان گوهردشت کاملا از سایر قسمت ها مجزا شده بود. برای مثال زندانیانی که هوادار سازمان مجاهدین بودند و در کرمانشاه و استان ایلام در زندان بودند و کمتر از 1 هفته قبل از اعدام به گوهردشت منتقل شده بودند همگی اعدام شدند و ما جزئیات هویت آنها و ابعاد قتل عامی که صورت گرفته را نداریم. همه آنها را در طبقه اول زندان گوهردشت زندانی کرده بودند. Prisoners who supported the People Mujahideen organization who were imprisoned in Kermanshah and Ilam. Ilam provinces who were transferred to Gohardasht less than a week prior to the massacre were all executed and we don't have the detail of the victims and the scope of the massacre. They were located in 2 wards of the first floor of Gohardasht prison. من رضا شمیرانی هستم و در دوران قتل عام در زندان اوین بودم. چون در مطبوعات معمولا شروع قتل عام را روز مرداد می نویسند، 9 مرداد می نویسند، لازم دونستم چند نکته را اشاره کنم. همانطور که از کتاب خودم نوشتم، اولین گروه را برای قتل عام در زندان اوین در شامگاه 5 مرداد از سلولهای اوین بردن. آنها مقدمات عملی قتل عام را از ماها قبل شروع کرده بودند و زندانیان را شروع به دستبندی کرده بودند. من شخصا این را تجربه کردم. از شهریور 1366 من را به سلول های انفرادی بردند و تحت شکنجه قرار دادند که اسامی زندانیان سر موزه را بگویم. من برای اینکه اسرار را زیر شکنجه فاش نکنم دست به خودکشی زدم که نجاتم دادند. همزمان با پذیرش آتش‌بس توسط خمینی در 27 تیر خمینی دستور تشکیل کمیته های مرگ را داد با تشکر. رئیسی جنای پیشه محاکمه در پیشه، رئیسی جنای پیشه محاکمه در پیشه،
رئیس جنایت پیشه محاکمت در پیشه رئیس جنایت پیشه محاکمت در پیشه. یاران مقاومت، من احمد ابراهیمی هستم از زندانیان دهه 60 که به خاطر هواداری از مجاهدین 10 سال در زندان بودم. در زندانهای اوین، قزلحصار، زندان قم و گوهردشت. و 5 نفر از اعضای خانواده من به دست این نظام ضد بشری اعدام شدند. امروز پس از 33 سال از قتل عام 1367 شاهد جنبش عظیم دادخواهی از یاران سربدارمان هستیم. 30,000 گل سرخ که حاضر نشدند از نام سرخ مجاهد خلق در مقابل جلادان خمینی کوتاه بیایند. خمینی که تنها چند ماه بعد از سرقت رهبری انقلاب در هراس از محبوبیت فزاینده مجاهدین به وضوح گفت دشمن نه آمریکا، نه شوروی و نه در کردستان، بلکه همینجا بیخ گوشمان در تهران است، وقتی که به وضوح پایه‌های خلافت خود را در خطر و نبود خود را در بقای مجاهدین دید، با دستخط خود فتوای شوم کشتار زندانیان مجاهد را صادر کرد و با شقاوت تمام همه کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر موضع مجاهدت خود پافشاری می کنند محارب و محکوم به اعدام خواند. آری، مخاطبین فتوای خمینی ملعون مجاهدین سر موضع بودند و به همین دلیل هم بیش از 90% شهیدان قتل عام از اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران هستند. یاران، دوستان مقاومت، اکنون که دادخواهی شهیدان قتل عام به یک جنبش وسیع اجتماعی تبدیل شده و پرچم دادخواهی که خواهر مریم 5 سال پیش آن را برافراشت، همچون نام و آرمان آن قهرمانان هر روز بالا و بالاتر می رود، هزاران کانون شورشی با الهام از آن دلاوران شوریده بر نظام جهل و جنایت، خواب راحت را از چشمان ولی فقیه مفلوک رو بوده اند، تا آنجا که به ناچار در هراس از سرنگونی به آشمن ایران رئیسی دخیل بسته، تا مگر مقابل خیزش گرسنگان و تشنگان و خیلی محرومان صد ببندند. در همین راستا رژیم آخوندی از یک سو با رذیلانه ترین شیطانسازی ها رهبری این جنبش را هدف قرار می دهد و از سوی دیگر با هویت زدایی از شهدای قتل عام در صدد است از آثار احیاگر پاکبازی این شهیدان و آرمان والای مجاهدین و رهبری تاریخی آن برادر مسعود بکاهد و بر کشتار نسلی از مجاهدین سرپوش بگذارد. دوستان عزیز، دار و دسته جلادان حاکم بر کشور آرزوی به انحراف کشاندن جنبش دادخواهی و سوار شدن بر امواج خون شهدا را به گور خواهند برد. ما بازماندگان آن جنایت هولناک با قدردانی از شیر همیشه بیدار برادر مسعود گرامی که برای آزادی مردم و میهن ما لحظه را از دست نداده و نمیدهد، و خواهر مریم سمبل و خالق میتوان و باید که این گونه خون شهیدان را زنده کرده است، تا تحقق دادخواهی تمام عیار شهیدان هرگز از پای نخواهیم نشست و در نبرد مقدسی که آن را در پیش میبرند با تمام قوا حاضریم. به راستی دادخواهی واقعی زمانی تحقق مییابد که تمامی سران رژیم در مقابل میز دادخواهی و عدالت قرار گیرند. محاکمه دژخیم حمید نوری تنها یکی از جانیان رژیم قتل عام و کشتار است و به اعتراف روحانی شیاد، اینها کسانی هستند که غیر از اعدام و شکنجه کار دیگری بلد نیستند. در اینجا ما از سازمان ملل می‌خواهیم که یک گروه حقیقت‌یاب برای تحقیق در مورد ابعاد این جنایت هولناک تعیین کند و آن را به عنوان نسل‌کشی به ثبت برساند.
سلام بر خلق، درود بر آزادی. جنبش داد خواهی ناقوس مرگ جلاد، جنبش داد خواهی ناقوس مرگ جلاد، جنبش داد خواهی ناقوس مرگ جلاد. خون شهیدان